روستاهای ما یا کشاورزن یا دامدارن یا هم کشاورزی میکنن هم دامدار. پدر من هم کشاورزی میکرد و هم دامدار. اونطور به خاطر درس بچه ها و اینکه بچه ها بتونن درس بخونن ادامه تحصیل بدن از اون روستا مهاجرت کرد اومد خود اردبیل. محله‌ای که ما رفته بودیم یعنی محله خیلی مثلا شهرنشین اردبیل نبود، محله حاشیه اردبیل بود که اکثرا همه اونا مثل ما مثلا تازه اومده بودن اینجا، یه بافته مثلا روستایی تقریبا داشت. بچه خوبی بودم به نظر خودم، ولی خیلی ها میگن که مثلا معلم ها میگن، اطرافی ها میگن ظاهراً آدم شلوغی بودم، مثلا خیلی شلوغ می‌کردم. و تلویزیون همه نداشتن تو آشی اردبیل واقعیتش. بعضی موقع مثلا 4-5 خانواده جمع می‌شدن تو یه خونه مثلا بخواستن فیلم ببینن. بعد جنگجویان کوهستان رو میداد، همه میرفتیم جمع میشدیم اونجا جنگجویان کوهستان رو میدیدیم. بعد پدر به خاطر این علاقه مانجه یه تلویزیونم بالاخره خرید و آورد. این جنگجویان کوهستان تو ذهنم همیشه مثلا این مونده بود که چقدر این آدم های شجاعی هستن، چقدر میپره، چقدر مثلا خوب لگد میزنه. 6 7 8 9 10 یه بار هم یادمه که من عمدن نرفتم اصلا، یعنی واهمه داشتم که برم مثلا مبارزه کنم آدمو میزنن. بالاخره یه بار رفتم و در کمال ناباوری اول شدم و خودم روحیه گرفتم که چقدر من خوب مبارزه کردم. بعد اون مسابقات مثلا رفتم ارومیه که مسابقات کشوری بود، اونجا هم اول شدم. سما قشرده یا خوشده من قبل ازدواج مشکلات معیشتی واقعا سختی داشتم. تهران درس میخوندم، پنجشنبه جمعه ها کار میکردم. دوران مثلا مجردی با اینکه مثلا تو دانشگاه آزاد من تو لیگ بازی میکردم، بازیکن مثلا
فیکس تیم دانشگاه آزاد بودم 4 سال، ولی با اون همه من نمیتونستم خرج زندگی رو در بیارم. و واقعا بعد اینکه ازدواج کردم، با اینکه هیچ لیگی در کار نبود و اینها نبود، ولی خدای متعال روزی رو میرسونه و نمیذاره کسی که مثلا سرپرست یه خانواده را به عهده گرفته شرمنده بشه. من این حس رو دارم و این حس رو داشتم و این همان تضمین. دوست دارم آدم و مفیدی باشم، هم برای خودم، هم برای خانواده، هم برای اطرافیان. انسان ها وقتی فکر میکنن که برای جامعه انسان مفیدی هستند، اینها با روحیه بیشتری تو دنیا زندگی میکنن. تجهیزات پزشکی داشتید؟ مثلا ساق بندیدن فلان نه؟ یا اونلردن یالمامشتم. فقط الی داروی دلامسا. Götürüm viziti, nə varın? Bir də dar. 530 min nə varla təcavüz. این که میگن عبادت به جز خدمت خلق نیست، این خیلی کلمه مهمیه. حال آدم خوب میکنه این کلمه. بالاترین عبادت همینه که بتونه یک مثلا دل شکسته را شاد کنه. عبادت به جز خدمت خلق نیست، دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله وقتی من خیلی مثلا خستم و خیلی ناراحتم به قول معروف خورده و میام خونه، سعی میکنم که خیلی مثلا اینو به خانواده انتقال ندم، با روحیه میام داخل و من اونجا هست که اون شگرد اصلی خودم رو به کار میگیرم. و همه انسان ها این قدرت رو دارن. یه لحظه قشنگ 25 سال برمیگردی عقب، میشی همسن بچه ها. Gözdə ləftabın üstünə düşər vanna. Qoşu mamanın ki, dapar ver. Mamanın qoşu dedi, apar, aferin. Apar qoşunu qoyma oğlunun üstünə, aferin. Apar qoşunu qoyma oğlunun üstünə. Qaç, aferin. Moblun, moblun üstünə. Ver mənə. Ver mənə get, aferin, budur. رفتم باشگاه، دیدم یه مربی مثلا قد بلنده، خیلی خوشتیپیه، داره مثلا آموزش میده. من ازش پرسیدم، گفتم استاد اون چی نوشته اونجا، یا رب کو و علی فلان. بعد خندید، گفت اون فرازی از دعای کمیله، یا رب قو و علا خدمت که جواره این، که حضرت علی علیه السلام میفرمایند که خدایا بازوان جواره مرا در راه خدمت به خودت قوی کن. گفت حالا دعای کمیل نخوندی؟ واقعیتش منم نخونده بودم، دوران ابتدایی بود، حاشیه اردبیل و من میرفتم و مسجد و دعای کمیل نداشتیم ما تو محله خودمون. بعد گفت اگه بخوای دعای کمیل بیای مسجد میرزعلی اکبر اردبیل، پنجشنبه دعای کمیله بیا. منم رفتیم اونجا، دیدم مثلا خیلی از نوجوانا بابا اینجا خیلی مثلا خوبه، دارن دعا میخونن. بعد بالاخره با دعای کمیل اونجا آشنا شدم و بعد دیدم که مثلا این استاد کونگ فوی ما رفت حیات، بعد یه عبا انداخت رفت. رفتم گفتم که شما مثلا روحانی هستید؟ گفت آره من درسشو میخونم، هنوز روحانی نشدم، من طلبه هم، درسشو میخونم. و اینجوری شد که من مسیر کامل هم کونگ فو هم حوزه علمی استاد ادامه دادم.
الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير من ظلم به. ساعت مثلا یک نصف شب وقتی مثلا یکی باباش فوت کرده، اولین چیزی که تو منطقه ما به ذهنش میاد مثلا به من زنگ میزنه، گریه میکنه حاجی مثلا بابام فوت کرد، و من همون لحظه بهش دلداره میدم، آرامش میدم و سعی میکنم که یه رو 20 دقیقه دیگه مثلا اگه اون محل نزدیک باشه، تو شهر باشه، تو روستا باشه، هر مسافتی که باشه سریع خودم بهشون برسونم و در کنارشون باشم. الله امين وان الحسن والحسين علي ابن محمد بن علي وجعله امام الله نتا نواز دسن يخصه جلبسن با كبره سوخته قشه جلبسن. سلام سلام، حالون نچده؟ یخسان قهرمان پهلوان واقعیتش وقتی میدیدم مثلا نوجوانا جوانا مثلا راهی کافه سنتی ها میشن، قهوه خونه ها میرن و خیلی هم علاقه دارن، این چه جذابیتی داره که من مثلا به عنوان یک مربی ورزشی نمیتونم اون جذابیت رو ایجاد کنم که جوانه به سمت من بیاد؟ اون که براش منفعتی نداره. ذهن من همین بود، فکرم همین بود، یعنی هدفم هم همین بود، همون جاهایی که مثلا قهوه خونه بود همون مکان رو تبدیل کنم به ورزش. اون کسی که دست بچه ها مثلا قلیون میداد الان برنامه نویس باشگاهه. این کمکه باعث میشه که خوش بگذره. وقتی من کمک میکنم، تونستم کاری انجام بدم، هم برای خانواده هم برای پدر مادر عزیزم، اونجا من خیلی خوش میگذره بهم، که احساس میکنم که آدم مفیدی هستم، تونستم برای مثلا پدر مادر کاری بکنم و ثابت میکنم که مثلا من هستم و بالاخره هر امری داشته باشه میتونه رو من حساب کنه.
غریبه شهر و دیار سین. Thank you.